تیتر خبرها، شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و خارج از کشور اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو دست به اعتصاب قضا خواهند زد. شیرین عبادی و حامد اسماعیلیون از نماینده سازمان ملل خواستند که در سفر به ایران پیش از هر کاری از زندان اوین بازدید کند. حکم اعدام یوسف احمدی زندانی سیاسی در زندان سنندج به اتهام بغی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. صلاحیت مصطفی پور محمدی عضو هیئت مرگ دهه 60 در انتخابات خبرگان رد شد. ایرج جمشیدی از با سابقه ترین روزنامه‌نگاران اقتصادی در ایران بعد از تحمل یک دوره بیماری در سن 74 سالگی درگذشت. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد که در روزهای جمعه و شنبه دست کم 10 استان ایران با بارش برف و باران و کولاک برف و احتمال سقوط بهمن مواجه خواهند بود. نگرانی ها در مورد اثرات هوش مصنوعی بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در آمریکا افزایش یافته است. وزیر دارایی دولت بنیامین نتانیاهو قطر را پدرخوانده گروه افراطی حماس معرفی کرد. یک زن 72 ساله اسرائیلی که نزدیک به 50 روز در اسارت حماس بود گفت در یک تونل تاریک و مرطوب با یحیی سنبار رهبر حماس در غزه ملاقات کرد. مسکو میگوید به سازمان اطلاعات ارتش اوکراین 15 دقیقه قبل از سرنگونی هواپیمای ترابری نظامی روسیه حامل اسرای اوکراینی هشدار داده شده بود. ناتو بزرگترین رزمایش خود را از زمان جنگ سرد در اروپا و اقیانوس اطلس شمالی آغاز کرد. تنها چند هفته بعد از روی کار آمدن خاویر میلی به عنوان رئیس جمهوری آرژانتین، ده‌ها هزار تن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی او به خیابان‌ها آمدند. فرمانده ارتش بریتانیا خواستار تشکیل ارتش شهروندان شد. با قیمت هر دلار آمریکا روز پنجشنبه برای دقایقی از مرز 56000 تومان عبور کرد. دیدگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 25 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 5 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. شماری از فعالان سیاسی و مدنی اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو روز پنجشنبه 5 بهمن ماه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. علاوه بر شماری از کاربران کمتر شناخته شده فضای مجازی، چهره‌هایی چون توماج صالحی و مهدی یراحی، دو خواننده معترض، سپیده ابتهی فیلمساز، بهاره هدایت و زینب جلالیان، سپیده قلیان و پدر و مادرش، ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی که در مرخصی به سر میبرد، فاطمه گرابی مادر زهره سرب زندانی سیاسی و شمار دیگری از خانواده های دادخواه، خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان پرواز اوکراینی، ده ها تن از زندانیان سیاسی سابق از جمله زندانیان زن سابق، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران اعلام کردند که امروز دست به اعتصاب قضا خواهند زد. از میان ده ها زن زندانی سابقی که بیانیه حمایتی از این اقدام 61 زندانی زن امضا کردند، میتوان به نام های نازنین زاغری، ارسط امیری، منیره عربشاهی، آلیه مطلب‌زاده یا سمان آریانی، نازی اسکویی، آتنا دائمی و پوران نازمی اشاره کرد. حامد اسماعیلیون سخنگوی سابق انجمن خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی هم با انتشار ویدیویی خواستار حمایت از اعتصاب قضای زندانیان زن شده و گفته است که صدای آنها باید شنیده شود. در آستانه سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، شیرین عبادی و حامد اسماعیلیون دو تن از چهره‌های اپوزیسیون ایران از این مقام سازمان ملل خواستند که در این سفر پیش از هر کار از زندان اوین و زندانیان سیاسی به ویژه زنان زندانی دیدار کند. شیرین عبادی اولین برنده ایرانی نوبل صلح و حامد اسماعیلیون از بازماندگان قربانیان پرواز 752 و مخالف حکومت جمهوری اسلامی پیام‌های خود را در اینستاگرام خطاب به ندا النشیب معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند. خانم عبادی در صفحه شخصی خود نوشته است ندا النشیب قرار است که هفته آینده در ابتدای ماه فوریه
برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به ایران سفر کند. سفر این مقام عالی سازمان ملل در صورت انجام در حالی صورت می‌گیرد که حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشری این سازمان اجازه سفر به این کشور را نداده است. شیرین عبادی با اشاره به همین رخدادها در پیام خود از مقام سازمان ملل خواسته است که یا به ایران سفر نکند یا اگر می رود از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کند. به نوشته است سفر شما در چنین زمانی باعث سوء استفاده تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی خواهد شد. بنابراین به عنوان یک مدافع دیرین حقوق بشر توصیه می کنم که شما نیز در اعتراض به اعدامهای فراقانونی و رو به گسترش از سفر به ایران صرف نظر کنید. او در ادامه خطاب به خانم النشید نوشته است با مردم عادی هم ملاقات و گفتگو کنید، از جمله به زندان ابین بروید و با تعدادی از زنانی که در اعتصاب قضا هستند از جمله نرگس محمدی و خانواده مهسا امینی دیدار کنید. حامد اسماعیلیون هم در پیام ویدیوی خود در اینستاگرام در همین زمینه گفته است که ما انتظار داریم که ندا النشید به ملاقات زندانیان سیاسی برود که پشت دیوار زندانهای استبداد به سر میبرند. خانم النشید باید به دیدار زندانیانی برود که در صفحه اعدام هستند. آژانس خبری کردپا گزارش داد که حکم اعدام یوسف احمدی زندانی سیاسی در زندان سنندج به اتهام بغی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. همزمان سازمان حقوق بشری کارون در گزارشی نوشت که دادگاه انقلاب ماهشهر علی عبیدآبی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی این شهر را به اعدام محکوم کرد. احمدی شهریور ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی دیگر متهمان این پرونده با اتهام معاونت در بغی به ترتیب به 25 سال حبس، 20 سال حبس و 20 سال حبس محکوم شدند. این چهار زندانی سیاسی کرد اوایل اردیبهشت ماه سال 1399 به دست نیروهای امنیتی در بانه به زن همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان بازداشت و بعد از پایان بازجویی ها در یکی از بازداشتگاه های امنیتی سنندج به زندان این شهر منتقل شدند. شورای نگهبان صلاحیت مصطفی پور محمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و وزیر سابق دادگستری را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرد. خبر رد صلاحیت این مقام عالی رتبه سابق روز چهارشنبه 4 بهمن ساعتی بعد از انتشار خبر رد صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شد. مصطفی پور محمدی دبیر فعلی شورای عالی جامعه روحانیت مبارز از اعضای هیئت موسوم به مرگ در دهه 60 رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و وزیر سابق کشور دومین بار است که برای نامزدی در یک انتخابات صاحب صلاحیت شناخته نمی شود. او بار اول در سال 94 در کنار تعداد قابل توجهی از چهره های اصلاح طلب در حکومت رد صلاحیت شده بود. پور محمدی همچنین مشاور پیشین قوه قضاییه ایران و یکی از مسئولان مستقیم اعدام دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال 67 به شمار می رود. یک روزنامه پرمخاطب و باسابقه در ترکیه سفر ابراهیم رئیسی به این کشور را تلاش جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه به منظور مهار اسرائیل و خروج از انزوا ارزیابی کرد. روزنامه صباح تاکید کرده که سفر رئیسی دو بار به تعویق افتاده بود و انجام سفر در مقطع کنونی برای تقویت روابط تهران با آنکارا است تا از انزوای کامل جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری شود. روزنامه صباح تاکید کرده جمهوری اسلامی بعد از حمله 7 اکتبر در موقعیت خوبی قرار ندارد و احتمال درگیری ها در کنار انفجارهای تروریستی در کرمان، حملات اسرائیل علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه، تنش با پاکستان و حمله تلافی جویانه به خاک ایران و محکومیت حمله به اربیل توسط اتحادیه عرب نشان دهنده انزوای منطقه جمهوری اسلامی است. در خبری کوتاه به نوشته رسانه‌های ایران بیمارستان گاندی تهران دچار حریق گسترده‌ای شده و آتش تقریبا تمامی ساختمان را در بر گرفته است. هنوز از تعداد کشته شدگان و مجروحان این حادثه خبری در دست نیست. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ایرج جمشیدی از با سابقه ترین روزنامه‌نگاران اقتصادی در ایران، امروز پنجشنبه بعد از تحمل یک دوره بیماری در سن 74 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. او در راه اندازی روزنامه‌های مانند اخبار اقتصاد، ابرار اقتصادی و آسیا نقش داشت. ابرار اقتصادی در دهه 70 خورشیدی پرتیراژ ترین روزنامه اقتصادی تاریخ ایران نام گرفت. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد که در روزهای جمعه و شنبه دست کم 10 استان ایران با بارش برف و باران، کولاک برف و احتمال سقوط بهمن مواجه خواهند بود. 4 محال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان و اصفهان شماری از استانهایی هستند که هشدار در موردشان صادر شده است. بر اساس گزارش‌ها روزهای 6 و 7 بهمن ماه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در این استان‌ها در حالت آماده باشی کامل به سر می‌برند. دفتر دادستان کل ایالت نیوهامپشایر تحقیقات خود در مورد تماس‌های یک شماره‌گیر کامپیوتری را آغاز کرد. در این تماس‌ها یک نفر خود را به جای جو بایدن جا می‌زند و ساکنان محلی را از شرکت در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه منصرف می‌کند. دفتر دادستانی کل در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که اگرچه صدای این تماس شبیه صدای رئیس جمهور بایدن است، اما بر اساس شواهد اولیه به نظر می‌رسد که این پیام با هوش مصنوعی تولید شده است. به نظر می‌رسد که این پیام جعل شده باشد تا به دروغ نشان بدهد که خزانه‌دار یکی از کمیته‌های سیاسی از درج نام جو بایدن در انتخابات درون حزبی دموکرات در ایالت نیوهامپشایر
حمایت می‌کند. این تماس تلفنی جعلی روز یکشنبه انجام شد و در آن آمده بود رأی شما برای ماه نوامبر یعنی انتخابات اصلی مهم است نه الان. در این صدای ضبط شده همچنین اشاره شده که رأی دادن در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه تنها به نفع جمهوری خواهان در تلاش برای انتخاب مجدد دونالد ترامپ است. به گزارش NBC نیوز بعد از اینکه شماره شخصی یکی از دموکرات‌های نیوهمپشایر در یک تماس به عنوان شناسه تماس گیرندگان یا کالر آیدی نمایان شد، این تحقیقات هم آغاز شد. در پی انتقاد وزارت خارجه قطر از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، وزیر دارایی دولت بنیامین نتانیاهو این کشور را پدرخوانده گروه افراطی حماس معرفی کرد. در پیام وزیر دارایی اسرائیل در شبکه ایکس آمده که قطر کشوری است که از تروریسم حمایت و آن را تأمین مالی می کند. پدرخوانده حماس است و تا حد زیادی مسئول قتل عام شهروندان اسرائیلی توسط حماس است. وزارت خارجه قطر چهارشنبه در بیانیه‌ای به سخنان بنیامین نتانیاهو واکنش نشان داده بود که ظاهراً این هفته در دیدار با خانواده‌های اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه گفته بود شما نخواهید شنید که من از قطر تشکر کنم، چرا که برای من قطر در اصل با سازمان ملل تفاوتی ندارد، اساساً تفاوتی با صلیب سرخ ندارد و مشکل ساز است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نوشت اگر گزارش رسانه‌های اسرائیل تایید شود این اظهارات در تلاش برای نجات جان بیگناهان غیر مسئولانه و مخرب است، اما تعجب آور نیست. قطر بنیامین نتانیاهو را متهم کرده که به جای قائل شدن اولویت برای نجات جان بیگناهان از جمله گروگان‌های اسرائیلی به منافع سیاسی خود فکر می‌کند که به تضعیف روند میانجیگری منجر خواهد شد. یک زن 72 ساله اسرائیلی که نزدیک به 50 روز در اسارت حماس بود روز چهارشنبه به کانال 12 اسرائیل گفت در یک تونل تاریک و مرطوب با یحیی سنبار رهبر حماس در غزه ملاقات کرد. به گزارش تمز اسرائیل آدینا موشه 7 اکتبر سال گذشته میلادی به اسارت گرفته شد، به اواخر نوامبر گذشته آزاد شد. موشه گفت سنبار از او و گروهی از گروگان‌ها در تونلی در عمق چند متری دیدن کرد. موشه گفت سنبار به زبان عبری که در حبس طولانی مدت در اسرائیل آموخته بود با آنها سخن گفت. موشه گفت 3 هفته بعد هم ملاقات دیگری صورت گرفت. یحیی سنبار 61 ساله، محمد ضیف و مروان عیسی هر دو 58 ساله یک شورای نظامی 3 نفره را در رأس حماس تشکیل می‌دهند که حمله 7 اکتبر را طراحی و اجرا کردند. ضیف، عیسی و سنبار در صدر فهرستی از افرادی قرار دارند که اسرائیل می‌گوید باید کشته شوند. آدینا مشفتود تروریست‌های حماس روز 7 اکتبر به خانه او و همسرش دیوید حمله کردند و همسرش از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت. موشه گفت آنها او را از پنجره اتاق خانه‌اش بیرون بردند و یک تروریست دیگر به داخل رفت و همسرش را به ضرب گلوله از پای درآورد. یک قانونگذار ارشد و ژنرال سابق در روسیه روز پنجشنبه گفت به سازمان اطلاعات ارتش اوکراین 15 دقیقه قبل از سرنگونی هواپیمای ترابری نظامی روسیه حامل اسرای اوکراینی هشدار داده شده بود. مسکو اوکراین را به سرنگونی هواپیمای الیوشن ال-76 در منطقه بلگرود روسیه در نزدیکی مرز دو کشور متهم می کند. در این حادثه همه 74 سرنشین هواپیما از جمله 65 سرباز اوکراینی اسیر در مسیر مبادله با اسرای جنگی روسی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری روتر اوکراین این ادعا را تایید برد نکرده اما خواستار تحقیقات بین‌المللی شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه خواستار شفاف سازی کامل درباره دلایل سقوط هواپیمای روسی در منطقه مرزی روسیه شد و گفت مسکو بازی با جان اسرای اوکراینی را در پیش گرفته است. ناتو بزرگترین رزمایش خود را از زمان جنگ سرد در اروپا و اقیانوس اطلس شمالی آغاز کرد. قرار است که این رزمایش با حضور بیش از 90 هزار نیروی کشورهای عضو این ائتلاف تا اواخر ماه می ادامه یابد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه اعلام کرد که این رزمایش نظامی با عنوان مدافع اسوار 2024 بزرگترین شبیه سازی جنگی است که از زمان پایان جنگ سرد به وسیله ناتو سازماندهی شده است.
بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کارادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. تنها چند هفته بعد از روی کار آمدن خاویر میلی به عنوان رئیس جمهوری آرژانتین، ده ها هزار تن دست از کار کشیده و در اعتراض به سیاست های جدید اقتصادی او به خیابان ها آمدند. خاویر میلی ده روز بعد از به قدرت رسیدن مجموعه ای از اصلاحات گسترده را اعلام کرد که شامل لغو برخی قوانین حمایتی از کارگران می شود. برداشتن کنترل قیمت برای برخی کالاهای مصرفی و حذف سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن از دیگر بندهای این اصلاحات جدید است. به نوشته خبرگزاری ها، بسیاری از شهروندان آرژانتینی نگرانند که این مقررات زدایی ها آنها را آسیب پذیرتر و فقیرتر کند. فرمانده ارتش بریتانیا میگوید برای جنگ احتمالی شهروندان را باید در این کشور آموزش نظامی داد. جنرال سر پاتریک ساندرز هشدار داد که افزایش تعداد نیروهای ذخیره به تنهایی کفاف نخواهد داد. او با هشدار درباره خطر روسیه به الگوی دیگر کشورهای اروپایی برای آموزش نظامی شهروندان اشاره کرد. جنرال ساندرز همچنین خواستار نوسازی و تجهیز هرچه بیشتر نیروهای مسلح بریتانیا شد. منظور جنرال ساندرز سربازی اجباری نیست، بلکه ایجاد نهادی است برای آموزش نظامی داوطلبان که در صورت وقوع جنگ به آنها نیاز خواهد بود. او گفت نسل قبل از جنگ باید برای جنگ احتمالی آماده باشد و این تعهدی است بر دوش همه ملت.
تلاطم در بازار ارز ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها قیمت هر دلار آمریکا ظهر روز پنجشنبه برای دقایقی به 56250 تومان رسید و هر یورو هم به 61180 تومان و هر پوند انگلیس به 71500 تومان رسید. بررسی قیمت‌های ارز نشان می‌دهد که پوند رکورد تاریخی خود را شکسته و به بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است. به باور ناظران، افزایش تنش در منطقه و نقش مخرب جمهوری اسلامی در تشدید ناآرامی‌ها، تحولات سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی مقدماتی در ایالات متحده و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط عراق مبنی بر ممنوعیت معاملات ارزی با ایران در کنار عوامل اقتصادی داخلی از جمله دلایل افزایش قیمت ارز در ایران است. بینندگان هشمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.